هموطنان گرامی، موشیدی هستم در خدمت شما. سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز سه شنبه است، نهم از ماه جون سال 2009 میلادی. در روزهای سه شنبه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستم. در باب حکمت عقلی صحبت میکنیم عمدتاً، و در روزگار قرن 17 هم هستیم. در باب بیکن صحبت کردیم اندکی، امشب هم اگر فرصتی باشد در باب همتای دیگر او دکارت صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت شما تقدیم کنم. در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. صوفی ز کنج صومعه در پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال، صحبتم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. ساقی بهار میرسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچه شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش. ای پادشاه صورت و معنی، که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش. چندون بمون که خرقه ازرق کند قبول، وقت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. عجب مدح زیبایی کرده از حافظ شیرازی. عرض می‌شود خدمتتون که در این چند روز گذشته هیجانی به پا خواسته است در این عرض کنم زندان بزرگ در زورخانه ایران. معمولا وقتی ما آدم ها رو زندانی میکنیم، یه مدتی به حال هوای زندان خو میگیرند، آرزوی نور خورشید به دلشان میماند. حالا آقا رو گرفتیم، آقایون رو گرفتیم، خانوما رو گرفتیم، بدون دلیل انداختیم زندان، و بعد وقتی در زندان رو باز میکنیم حالا میتوانیم قدم بزن هوا بخوریم، به به عجب هوای خدا پدر این زندانبان را بیامرزه. اصلا فکر میکنیم برای چی ما رو به زندان انداختن. این داستان انتخابات این رژیم همین هست. شما ببینید با چه ترفندی و با چه نیرنگی و با چه شعبده ای این ها ما رو سر کار گذاشتن 30 ساله. طوری صحبت میکنند که رژیم یک ماهیت است، آدم ها ماهیت دیگر، در حالی که آدم ها این رژیم هستن، رژیم هم این آدم هاش هست. این حلقه منحوسه‌ای که اینا 30 سال پیش تشکیل دادن، از همین آقای رضا یا همین کروبی یا همین آقای موسوی و اینها، همین احمدی نژاد که میگوین دکتر سامی رو این کشته و اینها، همون آدما هستن. جا به جا میکنن مهره ها رو، از اینها انتخاب کنید. مردم ما هم که همون مسئلهشان مسئله همون زندانی است که در تاریخ خانه بوده مدتی، حالا به وجد آمده، به به به، انتخاب کنیم. آقا بیان ببینیم آقای آقا که بوده، این آقای رضایی چه میکرده در روزگاری که رئیس پاسدار بوده، نمیدونم چه میکرده، این آقا چه میزان جنایت در این پاسدارخانه ها شده، در زندان های سپاه پاسداران که قاعدتا زیر نظر این آقا بوده چه میزان آدم کشتن، در زمان آقای موسوی چه جنایاتی شد، چه پاکسازی ها شد در جریانات نمیدونم انقلاب فرهنگی. خب همین آقای موسوی بود اونجا، این همه آدم کشتن در زمان همین آقا نبود؟ هیچی سوال مطرح نیست. این آقای کروبی چه میکرده؟ سابقهش چیست؟ چرا هی آدم های رژیم باستی مهره ها رو پشمونه مهره های شطرنج؟ چرا از بیرون از جامعه ایرانی از قبیله ایرانیان چرا کسی وارد نمیشه برای ریاست جمهوری؟ همش از قبیله اهریمنان هست. آقا کسی نمیپرسد آقا ساختار قدرت در اون مملکت چگونه است؟ آقا جان این انتخابات از برای چیست؟ انتخابات از برای تعویض قدرت هاست. کسی نمیپرسد آقا این آقای نمیدونم این آقای اون یارو در خراسان، پادشاه خراسان، اسم زهرمارش هم یادم رفت الان، آقای طوسی، این چه کار است؟ آقا جان این چه کاره خراسانه؟ مگر این نیست که قدرت این آقا 30,000 برابر بیشتر از نمیدونم استاندار هست یا چی؟ اون آقای حسنی دیوانه در اینا رو من میشناسم، حسنی رو خوب میشناسم،
در نمیدونم آذربایجان غربی، در ارومیه، رضاییه یا بقیه آخوندها، این داستان به چه وجهیست؟ قدرت چگونه عمل میکنه در اونجا؟ یک حلقه منحوسه تشکیل دادن از این شیاطین، آخوندهای مفتخور در سراسر مملکت. عرض کنم یک عده مکلا هم که جز این گروه بودن از روز اول و در همه جنایات همه اینها شریک بودن، حالا آخوندها اینا رو کم و زیاد میکنه. خیلی عجیبه واقعا. این آقای موسوی نشسته من و من میکنه که زن من قرآن پژوهه، حالا بیا و درستش کن. بعد از 27 جلد نمیدونم طباطبایی و 600 جلد اون آقای کاشانی قرن ششم و اینها، حالا تازه قرآن پژوه پیدا شد. زن من قرآن پژوهه، بزرگترین روشنفکر زن ایرانیه. هیچ صحبتی نیست آقا، از مردم هیچ صحبتی نیست. که اینا سابقه اینها چه بوده آقا، اینا چه کار میکردن، این در روزگار موسوی چه بوده، این کی هست، از کجا آمده، چگونه به اینجا رسیده؟ 20 سال است من نبودم. آقا خوش آمدی. اون آقای رضایی دیدم نشسته، حالا علی الظاهر خیلی هم پخته صحبت می‌کرده اینها که بانوان رو می‌خوایم شرکت بدیم، بانوان رو می‌خوان شرکت بدیم. آقا مشهورترین بانوی ایران مگر این شیرین عبادی بیچاره نیست؟ این خانم در رژیم سابق قاضی بوده. خب این چه چیزی رو ثابت می‌کنه؟ یکی اینکه این خانم دارای لیاقت بوده، حتما دارای لیاقت بوده که به مقام قضاوت یا قضا برسد. دو، اینکه در روزگار گذشته کسی مانع ترقی زنان نبوده، حداقل این دو چیز رو ثابت میکنن. بعد آمده این خانم رو انداختن بیرون. این بیچاره دست بر نداشته، در این دادگاه به عنوان وکیل دویده، نمیدونم خاک دادگاه خورده، حالا جامعه بین الملل تشخیص داده این خانم مشهورترین زن ایرانی، این خانم شیرین عبادی است. در همه جای دنیا معروف هست این خانم، در بین آخوندها و دولت ایران منفور هست این خانم. یه دفتری داشتین هم بستن، حالا آقای رضایی میخواد بیاد خانم‌ها رو مشارکت بدهد، از خلاقیتشون استفاده کند. آقا این خانم برنده جایزه نوبل افتخاری برای ایران آورده، ماشاءالله جامعه مسلمین میلیاردها آمدند و رفتن از روزگار صلح نوبل، یکی و نصفی نوبل بردن. خود یکیشم که این برده، که یکیشم یه مصری بیچاره برد در ادبیات. این افتخار جهان اسلام مگر نبوده؟ مگر این خانم نبوده که همه جا رفت گفت من یک زن مسلمان هستم برای اسلام تبلیغ میکرد؟ این بیچارم که یک زمانی نمیدونم سیاست اداره اطلاعات هم که بیچاره پیش میبرد، حمله میکرد به آمریکا و گوانتانامو بی و این حرفا، به عوض فکر میکنم دوریلالیشون هم حالا باید افتاده باشه. وقتی به این خانم میدان داده نمیشه که فعالیت بکنن، آقا میگه حالا بانوان را، بله ما که میدونیم آخوندها به هم چه میگوین، که کتاباشونه داریم. آشق مرتضی این عورت چه میگوید؟ مگر زن میتواند قضاوت کند؟ مولای متقیان فرمودن اینها دیوانند، که این البته ماخوذ از قرآن است و در کتاب مفلس المتعصبین آشق پشمدین قوی هم تایید شده. به بانوان میخواییم جایزه نمیم چی بدیم؟ این همه معتاد بدبخت بیچاره توی تهران که همه عکسها شما میبینیم، که این آمارهای بین الملل نشان میدهد که شماره یک هست از هروئین و همه کوفت و زهرمارا و کرک و نمیدونم چیست اینا میارن در ایران، هیچ صحبتی از این داستان نیست. این آسیب اجتماعی نیست، فحشا، فقر، بیچارگی اینها نیست، به هم دیگه میپرن. آقای موسوی میگه آدما اینجا نیستن، پشت سرشون حرف نزنید، پنداری که اینجا منزل خاله است. این مرد هنوز نفهمیده که آقا یک آدمی اجتماعی، یک کسی که وارد صحنه سیاست شد، هر کسی میتواند پشت سرش حرف بزنه، به شرطی که حرفاش درست باشه. درستم نباشه میتواند حرف بزنه. آقا میتواند بیاد همونجا از خودش دفاع بکنه، به آقای مردم نادرست میگه. پشت سرش یک منزل خاله است، کار سیاست و مناظره سیاسی خاله است، منزل خاله است. آقا پشت سر، حالا منظورش که چرا پای سر رفسنجانی حرف میزنی؟ بازی رو انداخت. ایران ایران میکنن، مطلق اسم اسلام رو نمیارن اینا. شنیدید اصلا بگن اسلام؟ از بس اسلام منفور شده در ایران.
ایران ایران میکنن اینجا، و وقتی که میخوان اینجا چهار نفر طمعکار سو کردن که چندین هزار قطعات هنری روزگار هخامنشی ببرن، یه بچه آخون ظاهر نشد در دادگاه. عاشق مرتضی بذاریم ببرن این آثار کفر را، هرچی اینها محو بشود بهتر است، اینها آثار کفر و قی و زلال است. دادگاه نامه نوشت به اینا که آقا اینا رو ما میخوام اینجا تصمیم بگیریم، اومدن سو کنن بگیرن، اینا حاضر نشدن در دادگاه. چندین هزار شاهکارهای روزگار هخامنشی و غیر هخامنشی که در اختیار این محققان آمریکایی بوده در دانشگاه شیکاگو و بوستون و نمیدونم کجا، موزه های فلان هستن، چند تا چهار نفر شکایت کردن، 410 میلیون دلار دادگاه به اینا داده که یک حماسی رفته خودش منفجر که در اسرائیل چهار نفر کشته چند نفر زخمی شده، چون میگن اونها پشتیبان این هستن، اینا علیه اونها شکایت کردن، دادگاه هم 410 میلیون دلار به اینا داده. حالا از کجا بگیریم؟ از عتیقای ملت بیچاره ایران. مصادره کنیم تاریخ این مملکت رو. یک بچه آخون حاضر نشد بیاد در دادگاه. آقا این چه کاری است؟ آقا این بین دو دولت موافقت بوده، این ربطی به این کار نداره. آقا چنین نبوده، لااقل یک وکیلی بگیرن، زحمت به خودشون ندادن. عاشق مرتضی آثار قی و زل اینا در روزگاری بوده است که اسلام به نور به جهان به نور اسلام منور نبوده است. کله گاو است و سر شیر است و اینا، ببرن این ملعین. خدا کند خراب بشود این قبر این کوروش ملعون، زودتر خلاص بشویم. این فردوسی ملعون رو نتوانستیم از میبریم. آقا قبر درست کنید، امامزاده کش کنید، مالک اشتر، حبیب ابن مظاهر، اینا رو بجنبانید. یکی نه اومد در دادگاه آقا یه وکیلی بگیره آقا اینا رو چرا میخوایم بفروشیم؟ اینا متعلق به این تاریخ این مملکت، متعلق به این مردم بیچاره است، اونجا شما نمیتونید اینا رو بفروشیم بابت یه کسی که شکایت برده به دادگاه. تاریخ ایران رو جریمه بکنید، همه ملت رو جریمه بکنید. این کار اگر پشتیبانی کردن آخوندا کردن، از حساب آخوندا بردارید در کانادا و نمیدونم آمریکا و جای دیگه. دشمنان ملت ایران نشستن اونجا، ایران ایران میکنن، ملت شریف ایران، ملت بزرگ ایران. آقا چه ملت شریفه، چه ملت بزرگ؟ شما نمیفهمید شرافت چی هست که بگید ملت شریف هست یا نیست. ملت شریف ایران چندین هزارش در ترکیه داره گرسنگی میخوره و حمالی میکنه، اونجا تو زباله جمع میکنه. 4 میلیونش فراری از دست شما. اینا ملت شریف ایران نبودن؟ این 4 میلیون نفر که گریختن از دست شما، از بچه های ملت شریف شما 50,000 نفر پوست کندید در این زندان ها 67 و 68. هر روز بارون یه جا میاد یه دست و پا میزنه بیرون این ملت شریف. اینا هم جز این ملت شریف بودن که اولین آمار اعدام رو که شما دارین از این ملت شریف هر روز دارین دار میکشین که یکی نیست اینا رو بپرسه. فقط تنها خوشحالی که بنده دارم اینجا نشستم این است که هموطنان من در ایران، ایران زمین، برای یک لحظه کوتاه حس آزادی بهشون دست داده. یک لحظه کوتاه، 2 روز، و از 28 مرداد تا امروز 2 بار تکرار شده. یکی همون بهار آزادی بود که مردم با هم مهربان شده بودن، فشار نبود، اختناق نبود، خود مردم اداره میکردن، که اهریمن بزرگ آمد شروع کرد به آدم کشتن و گرفتن. یکی هم همین چند روز، از فردا هم گویا میخوان حکومت نظامی بکنن. هیچ کس حق نداره در خیابون. آشا مرتضی اینا روشون زیاد شد، در خطره، اسلام در خطره. اون آقای رفسنجانی بازی در پنداری، اینها آبرو دارن که حالا میگن آبروی ما رفته است. در طرف احمدی نژاد من از اول مطمئن بودم، یعنی معتقد بودم احمدی نژاد پدیده نیکیست، چون از اصل خود این تنه است. ماهیت رو به لحاظ بینش، به لحاظ دانش، به لحاظ قیافه، به لحاظ لباس و ذهنیت این معرفی میکنن. من این رو از اول بهش معتقد بودم که این اصل قضیه اینجاست، این آقاست. حالا میگن دوز نیست، خب چه فرقی میکنه چه بدوزی چه حیف و میل بکنی؟ این خیلی حرفا ها. عرض کردم که معلوم نیست تقوا در اسلام چگونه تقوایی است. شما می توانید 750 نفر رو در یک روز سر ببرید، تازه مولای متقیان هم باشید، اموال قارتی بیارن تقسیم کنی، خودت و بچه‌هات رو بیگره بخورن، ولی مولای متقیان باقی میمونن، اشکالی نداره.
حالا این آقا میگن دوز نیست، ببینید چقدر حیف و میل کرده، چه میزان زیان به شرافت و آبروی مملکت زده. یعنی دوز نیست این آقا احمد نژاد، دوز نیست، روز زمین دیزی میخوره. خب از حماقتشه که رئیس جمهور مملکت بشه روز زمین دیزی بخوره، از خرفیشه. یک شأنی داره یه عنوان، اون انسان حرکاتش و رفتارش با شؤونات شغلش و جایی که این گدابازی ها کار همین آخون بچه آخونده هست. خانم من قرآن پژوهه، اون یکی آمده میگوید که ما با تکرار گذشته نمیتوانیم به آینده برویم. خب این شعار خیلی در خوبیست آقای محسن خان رضا. بعد میگوید که ما بایستی مطابق دستورات امام نجرفتا کنیم. دستورات امام شما که آقا این امام هست، به عمرش یک طویله اداره کرده بود که حالا کار سیاست بدنن که چیست. ذهن این آقام که عرض کنم که متعلق بود بر همون، عرض کنم که بله همون جا که میدانید کربلای معلا و طرف های مدینه منوره و اون طرف ها ذهن اونجا بود. حالا رهنمودهاش قرار است این ملت رو به روشنی ببرن. آقای محسن رضایی چگونه است که میفرمایید گذشته رو نمیتوانید در آینده چیز بکنید، تکرار بکنید، اما این رهنمودهای پوسیده خیلی چیز خوبی. رهنمودهای امام، حضرت امام. حالا این رفسنجانی هم نامه نوشته به اون یکی، به این علی شاه. واقعا این علی شاه رو نگاه کنید، این شاه ها رفتار میکنه. عرض کردم که این شاه بیچاره سابق مثل بیچاره ها رفتار میکرد. هی به این انگلیسی بگه آقا میشه یه دقیقه بمونم، سه روزیه بمونم. به اون آمریکایی بگه شما چی میفرمایید؟ آقا تو شاه من بکرد. این علی گدا این شاه. عزیزان من غلط کرده است آمریکا. اینها در میدان جنگ هم ما رو آزمودن عزیزان من. عمامش هم روز به روز میبره بالاتر. این خود عمر شده با کلی ابهت نشسته. حقیقتا ظرفیت گداهای ایران خیلیه. ببینید اگه آدم حسابیاش به سیاست برسن چه کار میکنن. هرچه داشتیم خرکچی بوده و عرض کنم که نمیدونم سماور ساز و حلبی ساز و هر شبت که گدا و اینها بوده، چون از ملت که نبودن، که هیچ کدوم این از ملت نبودن. عزیزان من، حالا اون نامه نوشته به عزیزان من که رهبر معظم نمیدونم عظیم و شأن فلان اینها، این احمدی نژاد در دهنش رو نمیگیره فلان، چیزی نگفت این بیچاره، که این که یک از یک میلیون از مفاسد شما نگفت که بابا این بیچاره بدبخت گدا حلبی ساز. برخورده بهش میگه من صداش کردم گفتم آقا برو حرفتو پس بگی، حرفا رو نزن پشت سر مردم. پشت سر مردم چه؟ آدمی که اجتماعی، آدم سیاسی که مال مردم رو خورده، یه عمر جنایت کرده، پشت سرش حرف نزنه؟ به شؤوناتش بر بخوره. حالا انتخابات گذاشتن؟ بله. بندم هیچ شک و هیچ تردید ندارم که بله روز جمعه، خب بالاخره حالا یا این شاگرد امام هست، فرزند امام به اون یکی موسوی، اصلا به این فکر ما نمیافتیم. ما حافظ تاریخی نداریم واقعا. بفرمایید تشریف آورده. بله ملاحظه بفرمایید. فکر کنم این مراسم دست بوسیدنه، به من اشاره میکنن آقای بارتان که بله. حالا کسی که مثلا ملت انتخاب کردن که رأی دادن که رئیس جمهور میره دست اون آقا رو میبوسه. آه بله این امامه، امام اعظم. بله من فکر کردم آقای خامنه‌ای. ببخشید. بله موسوی جز اینا. بله خب بله معلومه، افتخار میکنه آقای موسوی. خب این یه دست درست میکردن پلاستیکی میذاشتن میبستن به اون چیز، به اون پایه، که دست امام خسته نشه. بفرمایید. چه دستی به ریش میکشه و حزی میکنه. اون میگه عاشق مرتضی افتادیم، پیرمرد میمیره، این روزا ما میخوریم لقمه چرب رو، پول نفت را میخوریم.
مرسی عزیزم، عجب تیکه نشون دادی، ممنونم. این آقای امام بود گشته اونجا دست رو گشتی رو میبوسن، به صورتش نمیمالیدن از تبرک و تیمان. انتخابات کردن. آقا مشکل مردم ایران این رژیمه، مشکل مردم ایران این ولایت فقیهه، مشکل مردم ایران این قانون اساسی اون تشکیلات آخوندیه. چگونه است که هیچ کس از ایرانی از قبیله ایرانیان در این حکومت کاری نیست؟ تمام مراکز قدرت و تصمیم گیری همه شیر ریش و پشم و عمامه است، به جهت اینکه این حکومت نظام، این نظام نظام الهی است. آقا کسی که آمد است و از کنم و کلا بود است و ریشش رو تراشید است و کروات معلوم بسته است و اینا که نمیتواند در این کارها وارد بشود. آقا این حکومت حق ما بود است، این حق علی ابن ابی طالب بود است، حکومت و جانشینانش و امام زمان. حالا من چیزی میخوام خدمتتون بگم، شگفتی هم نداره. یعنی اگر این آخوندها، همین آخوندهای چیه، توانستن به ما بقبولانن که یک آدم جعلی که اصلا نبود، چون حضرت محمد حسن عسکری ایشون عقیم بودن، برابر نوشته به اجماع مورخین ایشون بچه نداشت، به ما قبول کنن که یک کسی که نبوده بوده و ته چاس امروز هم هست نجاتت میده و ما قبول بکنیم، خواه انتخاباتش هم قبول بکنیم، کاری نداره که. ما برای فریب خوردن آمدیم. کسی که اونگونه شعبده بکنه و چنین دکانی برای خودش باز بکنه و آدم بیکار نمیدونم مفلس بیچاره ایرانی بره سر چاه اونجا بشینه گریه بکنه، سر چاه گریه بکنه که فرجی از ته چاه بشه، شما میفرمایید که حالا مثلا حکومت فلان. یک موضوع بود خواستم خدمتتون گفته باشم در این تحلیل این اوضاع احوالی که بنده میبینم. یکی هم یک مطلب دیگری بود، بد نیست به اینم اشاره کنیم که این دیکتاتورها یکی پس از دیگری و اعوان و انصارشون و اونهایی که کلیشه میکنن، آقا این ملت که چیز نیست که نارسه. حالا ما باید یه 1800 سال دیگه صبر بکنیم که بشود یه قانونی باشد. اینا اجامر رو باش پله به پله. آقا چه پله به پله؟ چه کار داره آقا این داستان دموکراسی که اینقدر سخت نیست که آقا جان شما در این قبایل باو باو بری نگاه بکنی اونجا میانو دموکراسی هست. آقا چارت جمع میشن هم نمیدونم یکی میکنن کت خدا، جفری جافره میکنن کت خدا. آقا ما به شما رأی اعتماد میدهیم کت خدا باش، تا دو سال کت خدا باش. من نمیدونم این چقدر مشکله، چقدر برای ما سخته. نه شما نمیدانی، این ملت آماده نیستن. من باید اینا رو راه ببرم، پروژه‌امو درست کنم. حالا یه 60 سالی بودم، خدا عمری بده اینها به تاییدات آسمانی، 120 سالی خودم هستم و بعد پسرم میاد بعد از من یه 300-400 سالم. خب ایشونم که نمیشه محروم کرد از قدرت بگه بشین آقا کاری نباش. بعد از اون هم نوش کم که نمیشود که تا بعد یه 4-5000 سال بره و در خاندان ما ببینیم بعد چی میشود. دموکراسی اینا هم که آمدن گفتن اساسا دموکراسی کفر است. آقا این داستان غرب، اینا انگلیس در آورده، ما خودمون دموکراسی داریم، دموکراسی اسلامی داریم که آدم حزم میکنه، همینه که گذاشتن در ایران. یک نقد نیست، یک روزنامه نیست، آقا یک حزبی تو مملکت نیست. سه نفر با هم بشنن بنیادشون رو از بیخ میکنن آخوندها، انتخابات هم میکنن. انتخاباتی چه انتخاباتی؟ چون روانشناسی ما رو اینا میدونن، این آخوندها شناختن ما رو. مملکتی که نه حزب داره، نه بنیاد سیاسی داره، نه روزنامه آزاد داره، نه اساسا عدالت درش هست. کجا رفتن اون جنایتکاران، کشندگان فروهرها و بقیه در قطعه های زنجیری؟ معزز و مکرم اصلا بقل دست عاشق مرتضی اونجا یخنی میخون. نه فقط در این سطوح که عرض کردم خدمتون، این رژیم یک مش آدم کش شکنجیگر هم داره، یکی 7-8 تا اسم دارن. امروز تو شیراز داره پوست میکنه، فردا وکیل مجلسه،
امروز حسن علی جعفره، فردا جعفر قلی محمده مثلا. معلوم نیست چیان اینا که اینا مثل میکروب ایدز عوض میکنه. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. ایزه فرمایید موسیقی بشنمه برگرم خدمت.
وطن گرامی، در این فاصله که موسیقی میشنیدیم دوستی زنگ زدن گفتن که این خانم موسوی که قرآن پژوه هستن الان در عرض کنند که قرآن تحقیقات خیلی عمیق میکنند و تفسیرهای خیلی عجیب میفرمایند. ایشون از مینی جو پوشان سابق دانشگاه حقوق هستن، بنده نمیدونم، ایشون گفتن دانشکده حقوق میرفتن. هیچ بعید نیست این قرآن پژوهی رو بایستی از خند پایین شروع کرد. باری و این موضوع که ما 1500 سال دیگه بایستی ثبت کنیم، این دموکراسی خیلی چیز عظیم عجیبیست. آقا ما آماده نیستن، این مردم ما که آماده نیستن برای دموکراسی. مغلا آمادن ولی ایرانی آماده نیستن، خیلی چیز عجیبیست. سب بکنید همه زورگوها، همه کسانی که مال مردم میخوان بخورن و حق مردم رو غصب میکنن در حکومت، از این حرفا میزن. مردم آماده نیستن. آقا این مثل هواست، امری کاملا طبیعی است. غیر از دموکراسی هر امری غیر طبیعی و غیر عقلی است. این عقلی نیست که یک آخوندی بنشیند اونجا به اندازه 70 میلیون نفر عقل داشته باشد، رهبر معظم برای همیشه. ملت آماده پله به پله. آقا این دموکراسی چندین پله داره، نردبانش میرسد به آسمان. دوستی روی خط هستن. الو، درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما استاد مشیری و درود بر همه بینندگان شما در سراسر گیتی و ایران. قربان شما آقای صادقی، چطور حال شما؟ تشکر میکنم، مرسی، خیلی ممنون به لطف شما استاد. این جریان خیمه شب بازی انتخابات خیلی داغ شده. بله. من یه خبری امروز شنیدم که بانو سیمین بهبهانی انتخابات رو تحریم کرده. درود بر ایشون. بله، واقعا درود بر ایشون، درود بر ایشون. یعنی اگر جامعه ما اونقدر از روشنفکران تهی باشد که هیچ کس هیچ صدایی یعنی هیچ صدایی نباشد در این فضا، واقعا خیلی بده. من خیلی خوشحالم ایشون کارو کرده. بله، بسیار کار درستیه، برای اینکه استاد برنده اصلی این انتخابات فقط یک نفر و اون هم شخص آقای خامنه‌ای ولا غیر. ما به هر کی رأی بدیم، به آقای احمدی نژاد یا موسوی یا کروبی یا هر کسی دیگه رأی بدیم، برنده آقای خامنه ایه، نه هیچ کدوم از اون پادوها. اونا پادوان، اونا که کاره ای نیستن. بله، در حقیقت داریم آقای خامنه ای رو انتخاب میکنیم با رأی دادنمون. بله. و من این در تشابه این چهار نفری که برای پرزیدنسی ملت ایران میخوان انتخاب بکنم، من یاد یه جوکی افتادم، اگه اجازه بدین خدمتون عرض بکنم استاد. بفرمایید قربان. تو اوایل انقلاب بود، کمیته یکی ارمنی که در حال مشروب خوردن بود میگیره، میبرن کمیته و حاج آقا اونجا بهش میگه که چون تو ارمنی هستی ما به تو یه تخفیفی میدیم و یه چویس به شما میدیم، از چهار تا چویس یکی رو میتونی انتخاب بکنی. این آقای ارمنی میگه خب چیه، من باید چیکار بکنم؟ میگه یا باید نیم کیلو فلفل بخوری، یا نیم کیلو پیاز بخوری، یا 100 ضربه شلاق، یا اینکه یه سال بری زندان بابت عرق خوری. خب این بنده خدا ارمنیه میگه یه سال زندان اگه من برم دیگه کار و کاسبی خراب میشه، زن و بچه بینون، نه اونو نمیکنم. 100 ضربه شلاق هم که خب خیلی خشنه و درد میاد و اونم نمی کنم. والا فلفل خیلی تند، پیاز بدیم، من پیاز میخورم. دو تا پیاز که میخوره نمیتونه، میگه نه آقا فلفل بدیم، فلفل رو میخورم. فلفل هم یه چند تا فلفل های تند از این هالوپینیا بهش میدن، اونم وسط راه خلاصه
گیواب میکنه و بعد میگه بابا همون 100 ضربه شلاق رو من حاضرم بخورم. به هر حال شلاق هم بعد 30-40 تا نمیتونه، میگه چه گوی خوردم بابا، زندان منو بفرستید. اینا هیچ کدوم فرقی ندارن. آقای موسوی شبیه اون فلفله و آقای احمدی نژاد شبیه اون پیازه و آقای کروبی اون زندانه، و چه فرقی دارن؟ همشون تحمل ناپذیرن. من فقط منظورم اینه که این چهارتا همشون تحمل ناپذیرن. من نمیدونم چه شکلی یه دی میگن آقای موسوی بهتر از آقای احمدی. خب بله، اجازه بدین آقای صادق، خیلی ممنونم عزیزم، وقتمون خیلی کمه، متشکرم، حرفی دیگری ندارین قربان. درود بر شما، درود بر شما پاینده ایران. قربان شما. عرض میکنم که وضعیت در داخل ایران فکر نمیکنم که از نظر هموطنان به گونه دیگر است. یعنی خب ما اینجا آمریکا نشستیم و بر صورت با مسائل ایران دست به یقه نیستیم. داخل ایران میگوین نه، این آقای موسوی بهتر است، به جهت اینکه این متعلق است به یک طیفی که تفاوت میکند با آقای احمدی. نظر اوناست را عرض میکنم. و گروهی بر این هستند که اساساً این دو جناح شدند. یک جناح رفسنجانی است که اینها مادریت پرگماتیک هستند و رهبر و دارالرسه احمد نژاد و دیگران که اینها در واقع اینها متحجرین به حساب میان. این است که آقای احمدی نژاد مرتب میگفت آقای هاشمی شما رو پشتیبانی میکنه، آقای هاشمی شما رو پشتیبانی میکند. میخواست که این رو بی اعتبار بکند، موسوی رو، با فساد رفسنجانی. این است که از دید هموطنان داخل که رای دهندگان هستن ممکن است قضیه فرق بکند. بنده و شجاعوالی که اینجا نشستیم البته برای ما خب چه فرقی میکند، اما برای اونها میگن که فرق میکند. اگر آقای موسوی بیاید فضا کمایی که یک هموطن خیلی فرزانه‌ای به بنده میگفتن در روزگاری که خاتمی بود مثلا وضعیت کتاب ها خوب بود، وضعیت نمایش ها خوب بود، وضعیت نمیدونم موسیقی بهتر بود. یعنی با درد و رنجی که هموطنان ما دارند یک بدی رو یک بر بدتر ترجیح میدهند. ولی بحث کلی بر این است که بر روی هم با وقتی به کل قضیه نگاه میکنیم، همونچه که اشاره کردین، این یک فریبی بیشتر نیست. آقا این چه انتخاباتی است که هیچ ایرانی نمیتواند در اون شرکت بکند به طور آزاد؟ اینا که چهره های شناخته شده هستن، از 30 سال پیش همه اینا رو میشناسن، همه اینا رو میارن جلو. من مطمئنم اگه اون بهشتی زنده بود یه 7-8 سالی هم رئیس جمهور میدن دست اون آقای بهشتی. این راسپوتین بود، خدا بیامرز. چه بگم خدا بیامرز، خود راسپوتین بود. شهید. همه اون چهرهای شناخته شده رژیم هستن، یکی همشون شناخته شده از روزگار قدیم، هیچ آدم جدیدی وارد اینها نیست. هی راه بدهید. آقا مردم میخوان که شما نباشین، آقای حضرت رهبر، مردم میخوان شما نباشید. چندین سال از شعار میدهند که آقا صندلی رو رها کن، خودشون رو به کرگوشی میزنن. نیروهای انتظار میگن ما قوی ترین، و آقای رضایی میگه ما قوی ترین نیروهای پلیسی رو داریم، قوی ترین نیروهای امنیتی رو. بله حتما هم داری. یک رفراندوم آزاد بذارید، مردم شما رو میخوان. این ملت شریف، ملت شریف که میکنید، ببینید آیا این ملت شریف شما رو میخوان واقعا باشیم بر قدرت، یا این کلاهی که خمینی گذاشته است و اعوان انصارش بایستی تا ابد بر سری مردم بماند با اون قانون اساسی کذا و کذا. ماده اول، آیین ملت ایران آیین حقه شیعه اثناعشری است. اون مطالب مربوط به عرض کنم قوانینش و اینا که خدمتتون خوندم بارها، قصاص، قصاص، شما فکر شما کنید قصاص یعنی قوانین بیابانگردان بیچاره و بدبختی که همیشه در حرکت بودن، از هیچی دنیا خبر نداشتن. روز آوردم در دادگاه های ایران، قسامه، از این در دادگاه برو قسم بخور، بیا صد بار قسم بخور به جای صد نفر، قسامه. اینقدر زحمت رفت پای این حقوق جنایی و نمیدونم وضعیت دادگستری مملکت، چندین ده سال تا به یه جای رسیده بود. قسامه، شلاق،
رژیم محترم. نظام رو، نظام چیز مجزاییست، یعنی ماهیت نظام یک ماهیت معنوی و الهی است که نزدیکش نمیشه رفت. بعضی این آدم ها رو میشه عوض کرد. حالا آقای موسوی دائم منت هم میذاشت که آقا من نیومدم رئیس جمهور بشم که مثلا دنبال قدرت باشم اینها، من آمدم اینجا که دلم سوخته آمدم مرحمت بکنم. یک قرآن پژوه هم بغل دستم دارم که از صراط المستقیم قرآن شریف خارج نشدیم. یک مش مغلطه و دروغ عرض میکنم که یک تئاتری بود این کل داستان که عرض کردم تنها چیز خوبی در بود هموطنان ما حس آزادی کردن در این چند روز و این فقط این خوب بوده. یک فیلم بود به نام شاشنگ ریدمشن. بعد یکی از این زندانیان خیلی باهوش بود، بانکدار بود، بی خود گرفته بودنش، خودش رو وارد اتاق رئیس زندان کرد. یک سمفونی بود اگه خطا نکنم، بتهوون بود اگر اشتباه نکنم. همه زندانیا بلند شدن مثل که پرواز میکردن، درم قفل کرد. هرچی این زندانبان رئیس زندان گفت چه میکنی اینجا، اینا از بلندگوهای زندان پخش میشد این سمفونی. زدن با چکش اینا در شکستن و صفحه رو قطع کردن اینها. بعد اون یکی زندانی در خاطراتش میگفت فقط در اون لحظات بود همه ما حس آزادی کرد. از اون موسیقی در این زندان ایران هم عرض می شود که این داستان کوتاه مدت یه حس آزادی به جوانان ایران، به مردم ایران فضای امید، چون آزادی با امید با هم عجین هستن. وقتی آزادی نباشد که امیدی نیست. ولی فراموش نکنیم که این ملت حق دموکراسی البته ندارد. این پله به پله بایستی طول میکشد، حالا 20,000 سال طول میکشد ولی پخته میشود. این یکی از سخنان مزخرف و سخنان مهمل و بیهوده و پوچیست واقعا که من شنیدم. به طور طبیعی در قبایل بابا ابتدایی یک نوع دموکراسی قبیله‌ای بوده، چیز خیلی عجیبی نیست. آقا منظور این هست که این سرزمین مال این مردم هست، این حاکمیت این مردم هم مال این مردم هست، این مردم این حق رو دارند که خودشون به سر خودشون حاکم باشن. آقا کجای این مشکله؟ نه، باید مصحب کنیم که همه این مردم ساکنان علی آباد و عرض می شود که علی گودرز و نمیدونم که اسفنجون و نمیدونم گوگد و اینها همه دکترا در حقوق سیاسی بگیره، بعد اون موقع بله یک فکری به حالش میکنیم. فعلا ما هستیم. شو غم‌انگیز تراژیک دموکراسی در ایران از آخر قرن 19 آغاز شده واقعا. چه دردناک بوده، چه میزان خونها ریخته شد، چه میزان آزادی خواهان مردن در این زندان ها بدونی که ما اسمشون رو بدونیم بعض اوقات، و چه تلاش ها رفت که همه تلاش ها به قول اون شاعر آواره شد. و تازه حضرت رهبر آمدن عمامشون رو روزی نیم اینچ میبرن بالای دستمال فلسطینی. بله عزیزان من، حرف دشمن رو تکرار نکنید. ای شعرها دستش میبوسن و قصیده نمیدونم لامیه براش میگوین. آقا این بساط رو باید جمع کرد. آقا این قرن 21 بابا جان. به سرعت دنیا به طرف آزادی رفته. از سالهای 1980 تا امروز نگاه کنیم به نقشه دنیا. فقط این خاورمیانه است که اینجا به خاطر این نفت، آقا به خاطر این نفت این چاوکشان پیدا میشه. پول هست، جایی که پول هست عرض کنم که جایی که نمیدونم قن هست نمیدونم مگس هست به قول قدیمی ها، جمع میشن اونجا چاوکش استخدام میکنن، سرمایه گذاری میکنن، توپ و تفنگ رو بکوبید و سر مردم و اینا.
نفت به عوضی که سبب گسترش نمیدونم سرمایه داری بشود، پیچیدگی در مدیریت به وجود بیاد که لازمش بشود تقسیم کار و مدیریت و دموکراسی، این بلای جان ما شد این نفت. و نیز چنینن ملت بیچاره عربستان، و نیز چنینن ملت بیچاره کویت، و نیز چنین هستن همه اون شیخ نشین ها تا بگیرید تا سرحد لیبی. عزیزان من، بله اشاره کردم، متاسفم که نتوانستیم امشب این موضوع این آثار هنری ایران رو فراموش نکنیم، بایستی پی بگیریم. این ماجرایی است که به همه ما مربوط است، هموطنان. نمیدونم چند هزار قطعه هستن، من در ایران حتی 30,000 هم شنیدم قطعات مختلف که اینا از شوش و تخت جمشید و اینا آوردن اینجا برای مطالعات و کارهای علمی، اینجا ماند. حالا دادگاهی بخواهد حکم کند که اینها رو حراج بکنن. آتاتورک میگشت تمامی کتابای عالم رو میبینید، دو تا لغت ترکیه جا پیدا میکنه بذاره تو هویتش، تو پرونده ملیش، آرشیو ملیش، بگه ما هم سابقه داریم. پیدا نمیکرد، خیلی کم پیدا میکرد. آمده بود جنگ ملازگرد سلطان سنجر رو نمچیچید، قوزها رو برداشته بود برده بود گذاشته بود تو آرشیو ملی که اینا سابقه ماست. کشور جعلی دیگه. ببینید ما چه مردمی هستیم که تمام موزه های جهان که شما تشریف ببرید بخش از زیباترین آثارش از ایرانه، خود ما توجه نداریم به این قضایا. در این باب باید بیشتر صحبت بکنیم، این اساسی ترین مطلبی است که پیش آمده. هموطن، حالا نمیدانم که این عرض کنم که اعضای محترم بار اسوسییشن که نامشون رو بردم اون خانم محترم اقداماتشون چگونه است، ولی ما نباید ساکت بنشینیم، بگذاریم که این اموال اجداد ما رو و آیندگان ایران رو اینجا حراج بکنن بابت اینکه یک تروریست رفته است در اسرائیل نمیدونم چه کرده است. وقت ما در اینجا هم بتونم تمام شد، تا فردا در خدمتتون هستم ساعت 11:30. با سپاس از وارتان گرامی و همه شما هموطنان عزیز که توجه فرمودید، همزبانان گرامی سرتاسر گیتی، علاوه بر اینم تا فردا ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس، تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.